من از بچگی به دو چیز علاقه من بودم، یکی هنر، یکی ورزش. با اینکه پدرم خدا رحمت کنه مخالفت میکرد با هر دوش، اصلا که خودشم شاغنام مدعا معروف بود، صدای شیشتون میداشت، دوست داشتم فوتبالیست شم، دوست داشتم هنرمند شم، هیچ مشوقی نداشتم، مشوقم فقط خدا بود. خودم هم اینجوری یلخی میگن، هرچی میگن، من میرفتم به اتاق بالا، 10-11 سالم بود، با متکا که توش پر بود برگردون میزدم، به مرور متکایی پاره میشد، پراش میریخت. پدرم با قنچکن زد که قلم پامو شکون که الان جاش هست، که من فوتبال نرم، چون یه خود شیطون بودم، یه خوده که چسب کنم خیلی. یه محل رواد کریم فرعی شده شهید قدمی، اونجا دنیا آمدم، اندرستم آسیب بودم، دیوار راست بالا میرفتم و از همونجا یواش یواش علاقمند شدم. هرچی بزرگتر شدم بیشتر پیگیری کردم و هیچ مشوقی هم نداشتم. حتی خیلی دوستانم حسادت هم میکردن که ما نکنی یه موقعی چهار نفر بشتاسنم. این اکباتان نزدیک به 40 خورده قدمت داشت. متاسفانه این تیم رفت به نام بانک سپه، هم تو لیگ قدس هم تو باشگاه تهران تو جوجو بازی میکردیم. آقای جواد غراب این تیمو به اصطلاح خریدن که نخریدن، به نام اونا شد دیگه، تیمو قاپیدن در اصل و چیزی هم ندن. رئیس باشگاه اکباتان آقای نعمت اصلاحی بود، سرپرستش آقای علی نیکچی بود، کاپیتانش آقای آریا انگلان بود. یه تیم خوبی بودیم ما که مثلا ما 3 سال پشت سر هم ما استقلال میبردیم، به پرسپولیس باج نمیدادیم، هم میباختیم هم میبردیم، جز تیمای مطرح بود. و من توی اکباتان بیشتر مطرح شدم، عنوان یه دفاع وسط یارکوب. من نمیتونی خودم که نمیتونم تعریف کنم، ولی من بالا پایین رو میزدم، خیلی چغر بودم، سپ بودم، دیریب خور نبودم، سخت بودم و به همین دلیل خب تیمای بزرگم میخواستن. اما اون موقع چون پول نبود هیچ فرقی نمیکرد. اکباتان هم یه تیمی بود، تیم رفاقت و دوستی و این تیم ریشه دار بود. من اومدم دوباره، خودم اومدم با آقای ابراهیمی رفتی، آقای مجید غنی، یه تیمی رو خریدیم تو دست دوهای تهران به نام چای دلنشین. چای دلنشین مربیشون ها کسای دیگه بودن، بعد ما این تیم رو خریدیم، من شدم سرمربی و این تیمو من از دست دوی تهران آوردم دست یک تهران، از دست یک تهران آوردم لیگ سه، لیگ سه آوردم لیگ دو، از لیگ دو آوردم لیگ یک. باز دوباره همینجوری شد. آقای ربطی، آقای غنی متاسفانه تیم رو فروختن، حق ما رو هم ندادن. هرگزم ازشون راضی نیستم، بهشونم گفتم باید رضایت من رو جلب کنم. اینجا یه مسئله فرهنگیه که وقتی که من رفتم تو سینما، حالا میدونم شما سینما رو باید آقایی سوال کنیم، ولی من وقتی رفتم تو سینما ظرفیت فرهنگ اینجوری نبود که یه نفر میتونه در خیلی جاها تا هر رشته که دوست داره فعالیت داشته باشه. یکی اینی 4 تا دکترا داره، دکترا اقتصاد داره، پزشک هم هست، دکترای ریاضیات هم هست، دکترای جامعه شناسی هم داره. این دلیل نمیشه که یکی 4 تا دکترا داره، خب تو هر رشته تخصص خودش داره. ولی من مربی کارگران بودم با آقای صادق درودگر، تیمم 5 تا بازی کرده بودیم، صدر جدول بودیم با 15 امتیاز و
من رفتم سریال به سوی افتخار بازی کردم، از اونجا ما رفتیم تو سینما کات شدیم. اینکه حالا از تصمیمایی که گرفتین راضی بودین؟ اینکه یهو وسط کار تصمیم گرفتین از وادی فوتبال و ورزش یهو؟ نه من راضی نیستم. من یه فیلمی بازی کردم، خب باشه، هنرپیشه شدم، بنز خودم هم سرشناس شدم اون زمان، الانم بنز خودم میشناسن، هر 100 نفر 5 نفر که میشناسن از اینکه 4-5 میلیون میشناسن. من آقای درودگر اشتباه کردم، اصلا من گرفت اصلا تیم اصلا افتاد. گرفتین چی شد؟ اینکه من از فوتبال رفتم کنار، اصلا مریض شدم، چون من عشقم اول ورزش بوده، هنر خود به خود پیش اومد، چون من میخوندم، من مدعی میکردم. من 62 سال از 10 سالگی، امروز 72 سالمه، من از 10 سالگی هیئت‌داری کردم با این دستای ابوالفضل یا حسین شهید. یک قرون دهشه اون موقع بود، یک قرون دهشه جمع میکردم. یه خرابه‌ای بود که الان هیئت شده ساختیمش، یه ملکی بود مال مردم بود، اونجا خرابه بود اول. اونا آمدن دیدن هیئت شده، دیگه واگذار کردن به هیئت، اصلا نیومدن سراغ زمینشون که الان هم اونجا زمین متر 40-50 میلیونه، از دیگه 800 متر زمینه، خودش کلی پولشه، ولی به خاطر هیئت آقای امام حسین دیگه اصلا نیومدن. و من اونجا یه پرچم مشکی میزدیم، دوتا سبز میزدیم، و من نوحه میخوندم، یادم نمیره اول نوحه‌ای هم که یاد گرفته بودم، این در به در لیلا، ای خونجی گر لیلا، مادر بیا، اینجوری میخوندم، صدا هم حرفه‌ای بود، دوست داشتم. بعد یواش یواش خودم شعر گفتم و خیلی شعر گفتم، چون گفتم نوهای خوبی نبود به نظر من. زن امام حسین نمیتونه در به در بشه، چون لیلا مادر حضرت علی اکبر بود. حالا برگردیم سراغ دوباره فوتبال اینا، خودتون خشن بودید؟ این شکلی بود که حالا اون حالت کاپیتان چطورن، ابهات خاصی داشته باشید و کسی نتونه رو حرفتون حرف بزنه؟ من حقیقت چه بخواییم یکی از دلنازکای جامعه هستن، مثلا آدم هایی که خشنن دل رعوفی دارن. سوالتون سوال خوبی بود. این خیلی بده که یه جامعه مترقی نباشه، یه جامعه آدم رو نشناسه قضاوت کنه. خیلی سالم زندگی کردم، در محیطی بزرگ شدم که منبعی از فساد بود، میدان رازی، گمرک سابق، اون فساد خونه تا خونه ما شاید 500 قدم بوده. من از بچگی 58 سال 60 سال نماز میخونم، به قیافم نمیخوره. هرگز نمیگذارم از کسایی که کم لطفی من کردن، بی محبتی کرد. چرا؟ من روزام گرفتم تا قبل از کرونا که بیماری شدم، نمازم خوندم، 56 سال با وضو، چون مادرم گفت وقتی که وضو داری هر صحبتی که میکنی برات خداوند خوب می‌نویسه، چون داری پاک صحبت می‌کنی.
وضو پاکیه. برای چی وضو میگیریم؟ یعنی میخوام پاک بشیم. وضو میگیرم به نیت نماز، محض رضای خدا، قربتن الله. خیلی حرفا، خیلی صحبت ها پشت من بوده تا امروز. من از همشون راضیم. چرا؟ چون غیبت گناه رو پاک میکنه. متاسفانه افسوس میخورم. جامعه ما بالای 8000 10000 سال فرهنگ داریم، قدمت داریم تو دنیا. اون موقعی که کسی قدرت نبوده، ایران جز قدرت های بزرگ دنیا بوده. امروز هم جز قدرت ها هستیم، چون جوانایی داریم که نمیذارن ایران زمین بخوره، مثل خود ما. ما من آقای رضوی خیلی زحمت کشیدم توی مملکت، با مدرک و 50 سال زحمت کشیدم تو عرصه های مختلف اجتماعی، اداری، سیاسی، مذهبی، هنری، ورزشی، نظامی. من زحمت کشیدم به این انقلاب. اول انقلاب همه هم میگرده داشتم، مخصوصا 6 ماه اول. اون رضایش به اون میداد، نفت بود، گاز نبود اون موقع، یه ناجی آباد گاز کشی بود. اون هم اومدن جنوب شهر گاز کشی کردن که اگه یه موقع منفجر شد فقرا بمیرن، اغنیا نمیرن. خیلی ها نمیدونن آیا جلو، آقای آقا میر، آقای رباتی، آقای محسنی، همه اینایی که رئیس سازمان ورزش بودن هوای منو داشتن. به وسیله اون هوایی که منو داشتن، خدایا تو شاهدی میدانی، من به دیگرانم کمک میکنم در اون اندازه که فرصتم میرسه. تنها نمیخورم. اگر کسی شیعه مرتضی علی است، تکخور نباید میشه. خودم بخورم، بچه هم بخورن، خودم برم بگردم، خودم لذت ببرم، خودم توی زندگیم همش شل کباب، مرغ، گردش، ماشین 10 میلیاردی، 20 میلیاردی. من الان خجالت کشیدم برم خدمت آقای زاکانی بگم آقای زاکانی به من اجازه بدید من تو تر بیام. ماشین هم فروختم، یه تاکسی خریدم، با تاکسی نمیتونم کار کنم. اما تو رام هر کی میرسم سوار میکنم، میگم سلامتی مریضای صلوات بفرستن. از اول دوست داشتم جلوی کسایی که قدرتم واسم، یعنی تزم این بود. ولی گرایشم به قرمز بیشتر بود، دلیل داشت، مخصوصا بعد از انقلاب. ما این شهید قاسم ایداریه، این هم نامه بنیاد شهید، درسته؟ من علی پروین رو دعوت کردم سال 59 با تیم پرسپولیس که شروع فوتبال بود، مثل محمد پنجالی، این هم خیلی کسایی دیگه بودن، اینا بیان شهریار، سباشر، موقع قاسم قنیشو بود شده سباشر، بیان به افتخار شهید سید قاسم ایداری و شهید رضا امینی، اینا بیان شهریار فوتبال کنن. تیم پرسپولیس با یه اتوبوس اومد، با 10 تا ماشین شخصی، شیرینی آوردن، آب آوردن، خرج ما رو دادن. من توی روستا تقریبا دیگه 50,000 تومان هم اون موقع کمک کردن، خیلی پول بود، سال 59 50,000 تومان. رفتم خدا بیامرزه بعد از اون بازی که 4-2 شد، حتی دوتا هم اونا مخصوصا خوردن، میتونستن نخورن، 4-2 باختش سباشر. 50,000 تومان کمک کردن، شیرینی دادن، میوه آوردن، چقدر آب آورده بودن. رفتم همین تقاضا رو منصور بریدری کردم، گفتم منصور خان شما میدری هستی، یه پولم با زیادی داری،
ما این قاسمون شهید شده، این رضا امینی فامیل ماست، هاشم ما خواهرش گرفته، این تیم استقلال و پرسپولیس اومده، اکباتان اومده، یه نفر شما محبت کنید. گفت من به خاطر شما 30,000 تومن میخوام. گفتم منصور خان ما که نداریم، علی آقا 50,000 تومن کمک کرد، شما 30,000 تومن بخواهید، 30,000 تومن اون موقع من حقوقم اول انقلاب شروع افسر 50 تومن، 450 تومن بود، شروع افسر 50 تومن، بعد شد یک شد 1,500 تومن، بعد از 2-3 سال شد 3,200، 3,200 تومن، بعد یه یواشهایی زیاد شد. ببین چجوری بود، منصور خان نیمد، ناراحت شدم ازش، گفتم منصور خان اینا رفتن جونشون برای شما گذاشتن، قاسم ما، من رفتم با مرتضامون پزشکانونی گرفتیم، شاید باورتون نشه سر از مابین زیر دماغ نداشت، جده بدنش نصفه نداشت، پاش یکیش از رون قطع شده بود، وسطش نبود، این چیز دوتا پوتین پاش بود، گذاشته بودن توی پلاستیک، یه پلاستیک مشکی بسته بود، از نذاشتن دوتا خونم میومد، خیلی ناراحت شدم. ببینید چرا میگم پرسپولیس بیشتر طرفدار داره، میگم پرسپولیس سواد ندارن، پرسپولیسی ها سواد ندارن، نمیدونم اینجوری هم کارگره هم مانیدن. خب باشه، هرچی فقیر هرچی فقرا هست طرفدار پرسپولیسه، هرچی اغنیا و هرچی دکتر و هرچی مهندس دفتر شما بشه، این معنا نداره، شما هم فقیر دارید، پرسپولیسی هم فقیر دارن، یه چیزی هست که مردم پرسپولیس طرفدار بیشتر داره تو ایران تا استقلال، باید قبول کرد. آقا مهدی شما به حال مدت زیادی تو فوتبال بودید و اینکه خودتون گفتید سالم زندگی کردید، ولی اینکه آیا پیش تا حالا چه دوره مربیگریتون چه دوره بازی و اینا پیشنهاد رشوه‌ای کمکاری چیزی به شما شده بود اون درزه پولی اینا تعریف می‌کنید برامون؟ آی سرنگیان استقلال جنوب داشت من دعوت کردم، سوالت خیلی زیبا بود چون توش خیلی چیزا هست، چرا من با همه این مدارک دنیا کنارم، اسم میرم، چرا فلانی هر سال مربی اینجاست از اونجا میره اونجا، اونجا میره اونجا، از قدیم هم اینجوری بود، من میشه داور رو یقشون میگرفتم چون میفهمیدم، من بانک تجارت با دارایی بازی داشت، بنده سرمربی دارایی، کاپیتان دارایی، علی دایی 16 متر آفساید بود، ما یکی جلو بودیم، دارایی جلو بود، دقیقه 83 رفت زد تو گل، یکی هم فرشاد صرافیار زد، کیا بودن، خاکپور بوده، همین یحیا گل محمدی بوده، یحیوی بوده، سیروس دین محمدی بوده، علی دایی، اصلا تیم ملی ایران بود، به ما باخته بودن، ما رو بازوندن 2-1 تو عرض 8 دقیقه ما رو بازوندن، شما میگی رشوه؟ اصلا ردخور نداره، من اصلا نشستم وسط زمین، پشت سر من هم بازی بود، پشت سر ما بازی بود، ما وسط زمین شم پرسپولیس بازی داشت، بیرون نمیمدم، آقای مهدی اربابی هم رئیس هیئت فوتبال تهران بود، من وسط زمین نشستم بودم بیرون نمیام، بلند شدم گفتم ای امام زمان تو کی میایی پس، تو کی میای؟ ببینید من رفتم استقلال جنوب گرفتم، 5 هفته بازی کردیم، من صد جدول بودم، آقای سرنگیان مدیرش بود، چرا من با این همه مدرک دنیا نمیتونم با کسی بسازم، نمیتونم حق یه بازیکن بخورم، بازیکن میارن قرارداد میبندن 40 میلیارد این بدبخت بیچاره پا
15 میلیارد هم بیش نمیاد. آقای سرنگم به من گفتش که این بازیکن، این بازیکن، این بازیکن، این 10 تا 12 تا بازیکن مال منه. به جلو روش میگم. گفتم آقا من اینجوری نیستم. یعنی چی مال منه؟ تو کجا؟ تو هتل لاله خیام فاطمی. پاتوقش اینجا بود. آن صدا کرد اومدم اینجا. من با آقای اصغر آجلی پور مربی های تیم استقلال جنوب بود. گفتش که گفتم یعنی چی؟ گفت اینا رو بذار. گفتم آقا من نمیتونم اینا رو بذارم. من آبرومو بیشتر از هر چیزی دوست دارم. حتی پول. شاهین فخیم مربی تیم شاهین کش. من رفتم همین 4-5-6 سال پیش شدم مربی شاهین کش تو لیگ دو. تیمش تای جدول بود. من آوردم نیم فصل تای جدول. 3-4 تا بازی کردم باختشن. تیم رو آوردم دوم جدول. روز یا آقایی بود به نام سروان خانزاده. حالا خدا بیامرزدش. چاپلوس این شاهین فخیم بود که کنارش بخوره. و من گفتن آقایی داری اینه اینه شما دیگه نیو. گفتم چرا؟ گفتن فیروز کریمی گفته که آقایی داری من معرفی کردم نباش. شما من مدرک دارم ضبط شده میذارم فیروز کریمی برای شما صحبت کن. هر وقت خواستید من تو راشمه میارم برای شما صحبت راجع من صحبت کنم. ببین من چیکارم کرده. اما در اصلی نبوده. من مربی رو هم بودم اولین کمک ساکت اعلامی کیه؟ من مثل رفسنجان مثل کرمان کیه؟ اینا کی هن؟ مثلا نمیشنسیم اینا کی هن؟ اینا ببین باشگاه ما همه دولتیه. اکثرا به اتفاق دولتیه. مربی که بخواد سالم باشه من فردای قیامت باید جواب بدم. من نمیتونم پول این بازیکن رو بخورم به اون رشته بدم، به اون رشته بدم، به داور رشته بدم، به اون رشته بدم تا ببرم تیمم قهرمان بکنم. من تیمم قهرمان کردم. دیدید با مدرک، با مداری که فدراسیون فوتبال من داره. من تیمم قهرمان کردم با زحمت، با سختی، با عشق. بازیکنم عاشق من بودن. هیچ کس نمیتونست بخرم. نیروی زمینی گرفتم لیگ دو بود. 20 تا مربی سرشناس رفته بود. همه سرشناس نتونستم بیارم بالا. سرای روزمانی رئیس بود. این امیر سرتی پوردستان جانشین فرماندهی فرمانده نیروی زمینی بود. رفته بودم پشت سر من گفته بودن این آقا خواننده است، مطربه. آقای بهرنی رئیس عقیدتی بود. من استفاده کردم ایشون قهرمان دارت بود. رفتم اونجا یه سر ایشون تا صحبت کردم گفت آقای داری من نوکر تو جدتم. ببخشید من اینو نشون میدم. من باهات همراه باشم. ببین آقای قالیباف درسته از شهید قاسم سلیمانی نوشته، اینم آقای قالیباف درسته. دوباره این یکیشو ببینی دوباره قالیباف درسته. خب اگه من دوست داری من دو ساله نیمه مریضم، مشتی رئیس مجلسی، جزو نفر سوم کشوری، خودت هم نمی اومدی. یا آقای بفرست تو که میدونی که من ماهی در 12-13 منو خرج خودم به علی رسن. یا برو این صدمتی یه سری بزن خودشم نیاد. من از آقای وزیر انتظار ندارم بیاد خونه من، اما انتظار دارم مردم بیاد تو خط من. باید بیاد دیگه. نباید بیاد. وزیر ارشاد من نمیدونم کی، هر کی هست. بگو تالارخانه سینما، انجمن بازیگران، انجمن بازیگران آقای کیانوش کنایی میچاره خودش دنباله میگرده که کمکش کن. با این حال من رفتم اونجا کارتم عوض کنم. 1,000,000 به من بند داد. گفتم با بده به بیچاره ترم. بنده رو بردم 500 تانشتم به یکی. 500 تانشتم داریم زنمون.